جون آفرین بابا، من باور نمی کردم که تو به این خوبی بخونی. متشکرم قربان. حالا اگه لطفی به بنده دارید اول اون 200 تومانی که ازتون مساعده خواستم بهم بدین تا یه دست لباس بهتری واسه خودم بخرم. بسیار خوب، 200 تومان بهت میدم. از امشبم 16 تومن حقوق اضافه میکنم. وایسا تو برات بیارم. ها چیه؟ او یارو رو نگاه. چرا رفتی؟ ای مزغون چیه؟ یارو رو بیزه باز بازی در آور باز.
رقص. من رقص میخوام بخونین برام. من رقصی. آقا جون من میخوام رقص گوش کنم. رقص گوش کنه. آره. ساعت 12 کار تموم شده. بله ما هم داریم میریم منزل. شما هم بفهمید استراحت. معلوم میشه هنوز منو نشناختی. به خدا با پول خورد میخرم. توهین نکنید آقا. عرض کردم مشروبتون رو خوردید بفهمید منزل استراحت کنید. من نمیخوام استراحت کنم. تو داری به من توهین میکنی. عجب گیری افتادی. مشروبشو خوردم حرفاش اسما آوردم. میزنم دکون انجت خورد میکنم. من اول حسابتون رو بدید بعد. بارو بابا تو هم وقتی رو بردی. آقا جون به زبون خوشیتی که واسه ما میرخصی یا بزنم شل و بله. بارو آقا بارو این سر خجالت بکرد. با خودم چهل تلو بستی. آقا جناب سرمان من از این دوتا مزگونچی های خیلی کلاغه رو شکایت دارم. به جلو بفرم. سلام علیکم. جریان چی بوده؟ مالو جان سوان به نظر من هیچی. بله آقا جریان چیه؟ بفرمید. جریان 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 هیچی. جریان هیچی. حالا شکایتتون چیه؟ شکایت اونم هیچی. شما شکایتتون چیه؟ هیچی. هیچی با آقا شما برای چی گفتید شکایت داری؟ هیچی. شما شکایت نداری؟ منم هیچی. اونم هیچی. اینم هیچی. اربابم هیچی. چی شدی؟ هیچی بابا میری بابا هیچی سنا فلا زمین نخوری عرب بره نفلسی بیا بابا بیا ناصر جونی میری او بیداده هواشی بره میدره تو فقیر بیشارا بده بابا آقای مزغونچی برو خدا رو شکر کن که من فردا میخوام برم مسافرت و الا به این زودی ها ولت نمی کردم. مریم ترن تا نیم ساعت دیگه حرکت میکنه. انشاءالله در 12 روز دیگه بر میگردم. مریم از روزی که مادر خدا بیامرزت مرده تو دیگه خانم این خونه هستی. جون تو و جون خونه. تکلیف من چی میشه؟ ایوای نادر تو هنوز مدرسه نرفتی؟ دیگه چی میخوای؟ میخوام منم با حسن سنتور یاد بگیرم تا نظرینم کلاس موسیقی مدرسه نمیرم. از درس عقب میمونی بابا سنتور چیه؟ من از درسم عقب میمونم؟ من که شیر نر کلاسم. تمام درسام فوت آبم. نادر جون من به پاپا سپردم که معلم سرخونه برام بیاره که گیتار یاد بگیرم. هر وقت آورد تو هم میتونی پیشش سنتور یاد بگیری. پاپا رو ولش. پاپا اگه تابستون عرق کنه تو چله زمستون میگه هوا چقدر گرمه. آقای علاقمندان آن خطه اکنون از این ساران موسیقی غربی دعوت میکنیم به این خطه بود. سلام از اون کنم آقا مرمت. سلام امید جان. کجا بودی بابا؟ تلگراف خونه بودم. با عجله آمدم که به موقع برسم. خانم حال شما چطوره؟ بد نیست. هی آفتاب خورش ملسه. باز نمک ریختی بیمزه؟ مگه حمید خان هم قد توه؟ خدا حفظش کنه. نمکاش به راحتی از نمک دون میریزه. خب دیگه من باید برم. حمید جون بیا جلو صورت تو ببوسم. راستی فراموش نکنی ها. به دفتر سر بزن. مواظب مریم و نادرم باش. چشم قربان. بنده به تمام کارهای تجارتخونه شما رسیدگی میکنم. در ضمن تا ایستگاه هم در خدمتتون هستم قربان. راضی به زحمت شما نیستم. اختیار دارید. چه زحمتی قربان. بنده غلام شما هستم. خاکسارم خانم. جان نثارم قربان. متشکرم. خب مریم جون من دیگه رفتم.
تو هم مواظب خونه باشی. چشم. خداحافظ نادرجان. خداحافظ بابا. خب خانم مواظب باشی. میتونی نکنی ها. نگم نشی. بریم. خواهش میکنم. بهش بگو داره میره. راستی پاپا جون تکلیف نادره معلوم کنه. میگه باید من ببری کلاس موسیقی سنتور یاد بگیرم. هرچی خودت میدونی بکن. من که گفتم تو خانم این خونه هستی. اما گوش کن. در غیاب من کاری بکن که حمید خان ازت ناراحت نشه. خدا حافظ. درستش میکنم. وای وای خدا مرگم بده. خیلی معذرت میخوام خانم، پایش لغ بود در رفت. بفرمید رو اون صندلی. ببخشید. متشکرم. معذرت میخوام. همینجا میستم، اینطوری راحت ترم. صندلیا رو از کجا خریدی؟ نشونشو به ما هم بده بریم بخریم. ساکت باش بیادم. خب آقا شما وقتی اینی داریم به این بچه سنتور یاد بدین؟ والا من 15 روز این کلاس رو دایر کردم. تو این 15 روزم 6 نفر اومدن اسم نوشتن. یکیش روز اول منصرف شد، یکیشم روز دوم گفت اینجا راه دوره، یکیم کارمند اداره بود منتقل شد، یکیم بعد از 3 روز کار کردن گفت استعداد ندارم. خلاصه هر کدوم به یه بهانه منصرف شدن. خب فارسی بگو. یکی مرد و یکی مردار شد و یکی هم به غضب خدا گرفتار شد. گفتم ساکت بی تربیت. من بچه رو آوردم پیش شما سنتور یاد بگیره. خودم خیلی علاقه دارم گیتار یاد بگیرم. با این وقت چطور شما روزی یک ساعت تشریف بیارین منزل ما؟ این نهایت افتخار بنده است. بنابراین اگه وقت دارین از فردا تشریف بیارین منزل، هم به من گیتار یاد بدین هم به نادر سنتور. البته وقت شما رو زیاد نمیگیریم. خونه ما باید چیشت رو درویش کنی ها. هر طور افرمه. پس با اجازه فردا ساعت 4 بعد از ظهر که نادر از مدرسه میاد شما رو میاره منزل. اطاعت میشه. خدا مرحمت دیم. خدا حافظ. از اینجا؟ آره. مواظب. سرت گیر نره آقا. نه. خان سلام، آقا را آوردم. سلام، خوش اومدید. مرسی، سلام عرض بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم. بله بفرمایید، ولی زود مشغول شد که یه ساعت بیشتر وقت نداری. باز حرف زدی بیمزه. برو به خدیجه بگوی خونه میوه بیاره. متشکرم خانم، راضی به زحمت شما نیستم. دنبال نخستی ها. راسته خانم، من فراموش کردم برای اخوی سنتور بیارم. شما گیتار و سنتور تهیه کرده این؟ اتفاقا منم دیروز فراموش کردم که بهتون بگم گیتار و سنتور برامون بخریم. اشکالی نداره خانم، گیتار خود بنده هست، برای اخوی هم میرم از کلاس سنتور میارم. به 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 مریم، ما قاق شدیم. تو میخوای اول شروع کنی؟ نگه نگفتی اگه آقا بیاد اول نوبت توه؟ ناراحت نشید آقا پسر، از سایه میرم از کلاس براتون سنتور میارم و اول به شما درس میدم. نادر باز حضوری کرده ای؟ ناراحت نشید آقا، این بچه یه خوردم شیطونه. آره جونه تو، من بچه هم میدونم چته. خانم با اجازه شما، از سایه میرم از کلاس براشون سنتور میارم. ببخشید. از قیافه یارو خوشت اومده، یه وقت نگه فلان حالو بود و نفهمید. باز فضولی کردی بی معنی. خب حق هم داشت، یه خورده ناجوره، اونم که عیب مال نیست، مال باید برو باشه. برای گرفتی این حرفا چی میزنی؟ وایستا بینم الان پدر پدر میدارم. مگه ما رو پدر که دنبالم میکنی؟ آره جنا خوده برکو مینم، میدونم چته. آره جنا خوده میرم. خوب شد؟ خوبه؟ خیلی خوبه؟ نه نه نه، اینجا 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 شما؟ نه نه، بالایی نه 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 لا، یه دقیقه صبر کن، الان همین آهنگو میخونم، گوش کن بعد بزن. خداوندا دل زارا. خواهش میکنم. مرسی. ری می فا سو لا سی. دوازده روزه خوب پیشرفت کردم یا نه؟ بله خیلی پیشرفت کردم. اگه حلگونو نخوری و همین جوری هم بری جلو آخرش چیزی میشی. راستی پاپا از مسافرت برگشته، برم یه خود ازش پول بگیرم براتون بیارم. اختیار داری خانم، این حرفا چی؟ میترسی چی؟ بذار بیاری اون از کسی خلیجه میبخشه. پاپا 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 بودیم هستی. بفرمید
یکی 300 تومن خدمتتون باشه. ضمناً قیمت یک گیتار و سنترم بپرسید تا فردا پولش بهتون بدیم برامون بخرید. اختیار دارین خانم. برای پول عجله‌ای؟ میدونم عجله‌ای نبود. استدعا میکنم. پول گیتار و سنترم فردا بهتون میدم. خانم من برای پول به شما تعلیم نمیدادم. گیتار و سنترم هم قابلی نداره. آره بابا، من میدونم واسه چی به ما دست میده. آخه ما دیگه خجالت میکشیم. الان چند روزه گیتار و سنتور شما اینجا. خواهش میکنم بفرمایید. سلام عباس آقا، چطوری جنه؟ حالا خوبه؟ خوش میدیم شو؟ خوب الحمدلله. کجا؟ لابو در حاله داریم میری کاباره ها؟ آخه امشب یه آهنگ جدید داریم، باید زودتر برم تمرین بکنیم. برو به سلامت، اما گاگوداری هم یادی اما بکن، این قدم خودت واسه ما نگی. ما مخلص شاخ سیویل تیم عباس آقا. این فرمایش ها چیه؟ نو کرکم زمی خوردتم. آخه ما ناسلومتی 7 سال تموم همسایه بودیم. خب دیگه مانه سلب آسایه شد نمیشم. برو. تو مثل این که یه چیزی میخوای بگی و رود نمیشه. آره یه موضوعیه. ایچی برو به کارت برس. خوربونه ایچه نشد عباس چون باید بیرو درواسی بهم بگی چه. آخه چی بگم نو کرکم داشت کوچیکی گرفته حالش خیلی بده. ما هم جون ناصر خان ناکه ناکی. حالا داشتم میرفتم قهوه خونه داشتی شاید بتونم یه پولی از بچه ها بگیرم. خب مرد حسابی، این که دیگه رو درواسی نداره. آدم یه وقت سنار تو جیباش پیدا نمیشه، یه وقت هم برای یه شی معطله. بیا من 300 تومن دارم، اینه بگیر تا دیر نشده بچه رو برسونش به دکتر. قربونتو ناصر جون، ازت ممنونم. خدا عزتت بده. عباس جون به خدا بیشتر نداشتم، بلا هر چی میخواستی بده. به دماغت چت کنم. قربانت. یه دماغت دیگه هم بده. خدا حافظ. تازه تا به تا سیاه چشمش مرا میزنه صدا، ابرو بالا میندازه تا به تا سیاه چشمش مرا میزنه صدا، گیس طلا بود بر رو کمر بالی سل سل بود، گیسوی او شام دلو یه بوسه بود، این همه ناز میره سر بالا پای خرمنا، ای گل ریحون رو تو برگردون. شاخه میخکم سبزه ترم، بوی پیراهنت عطر گل ترم، شاخه میخکم سبزه ترم، بوی پیراهنت عطر گل پرم، اگه بشینم ببره گلی نوم از خاطر سره، عشق تو ای برگ گلم ریشه زنده توی دلم، میره سر بالا پای خرمنا، ای گل ریحون رو تو برگردون. ابرو بالا میندازه تا به تا سیاه چشمش مرا میزنه صدا، ابرو بالا میندازه تا به تا سیاه چشمش مرا میزنه صدا،
گیسو طلا بول بره رو کمر باری سل سل بود گیسو یه و شام درا یه بوسه و این همه ناز میره سر بادا پای خرمنا ای گل ریحون رو تو برگردون میره سر بالا پای خرمنا ای گل ریحون رو تو برگردون خوشمالت کاش که ویولون برام قطع ویولون تو بالا من سرباز داده بیچه خیر شده آیو کمرم آخی آسه جو حالا که من عبدالله شاگرد خصوصی پیدا کردی ها ای یه خود تلوی حاتم بخشیاتو بگیری اشتالا بعضت خوشت تو ببینی بخشی اگه تو بیا من به تو گفتم تو چرا نگفتی؟ خوشی نگفتی تو گفته بود ببینم تو نگفتی یا من بزدنم راستی تو مزگوشی این کافه نیست تو مزگون میزنی؟ نه من فقط گیتار میزنم مزگون نمیزنم گیتار میزنی؟ گیتار میزنم گیتار خب برو بزن دیگه اینجا واسدی چی کار؟ آخه یکی بعد از نصف شب کجا برم بزنم؟ بسته شده با بسته دا بسته بازی داره بردم بسته دیگه با نازر این یارو همون دعوایی هست دیگه بیا تا کاری دست و درده چیمشی بره بکار با بسته دیگه راستی با من داشنا بشید حشمت الله خان بازرگان معروف وارد کننده اجناس لوکس بنده هم ناصر دلنواز آقا هم همایون خوشنواز خوشبختم از زیارتت آره زیارت قبول زیارت قبول آره تو راستی حالا یه خواهشی ازتون دارم قبول میکنین یا نه اگه از دستمون بر بیاد خواهش میکنم بفرمایید چون میخوام بریم به زندگیمون برسیم به زندگی ببینین آقا پسرم الان درست یک بعد از نصف شب ساعتت غلط داره منم حالم خرابه خرابه میخوام همچین خوش خوشک و نم نمک همچین قدم زنون بنده رو برسونین در خونمون بابا ای والا پس ما خودمون که برسیم خونمون های تاکسی پدر آمرزیده این یکی تاکسی هم را بفرما حالم خرابه خرابه که خرابه لا باید بهتون حکم میکنه به قبول تازگیشه بده
چه میدم دمید دمش متو متشکرم خدمت خودتون باشه خواهش میکنم میگم خواهش میگم بگی خواهش تو داری دست منو کوتاه میکنی بگی باید اون چه که من میگم قبول کنی باید بگیر تقاضا اینو بگیر کارت نباشه پسر حسابی تو داری دست من رو کوکنی هم بگیر اصرار نکنید آقا شما گفتید منزلتون اینجاست آره حالا که رسیدیم اجازه بفهمید ما بریم به کار زندگی اونم آده نشد بگیر من اسم باقه تعرف نکنید بر کنار میگم بگیر جون من بگیر مرگ من بگیر لال تقاضی ببین راستی جون اون مزگونت بگیر ده باش که آقای مزغونچی اینقدر ناز نکن من به فدای ناز نه بیون من نکن مرگ من نکن بیگی بگم بیگی مگه بچه بیگی به تو بگم آقا ناز تنه قدر باش هفت ورده بایده کن خورا صحبی جز بلش کن بریم دیگه بابا آه بیگی تو هنرمندی باش چه هنرمند قد بلندی هستی خدا حافظ بای بای اینجا که دفتر کار منه دفتر کار مزگون چی حرف جانم مزگون چی ها میخواستم بهت بگم دو روز بود نصف آخری برد تو آقا کاری نداری؟ فعلا که پول ندارم انشالله همین روزا بهت میدم تو چه میگفتی معلم سر خونه شدم و همین روزا پولدار میشم تا باید بازم ترکی معمول پولا رو گرفتی و داری به فقیر و بیچارا بگی یا نگی همینطورم هست دیروز 300 تومن پول گرفتم یکی از جوانمردای محل رو دیدم که برادرش مریض خب بیچاره وضعش خیلی بد بود 300 تومن رو دادم بهش بره برادرش رو دوا و درمون بکنه میدونم شوخی میکنی تو نه تنها احمق نیستی بلکه خیلی هم زرنگی ناغلا پس این کیف پول چی بود گذاشتی تو جیبه نخورده شکر نکن بابا جم اولا کرایتو تا چند روز دیگه بهت میدم دوما این کیف مال یکی دیگه است دیشب مست بود تو جیب من گذاشته باید ببرم بهش بدم اگه این طورست من اسمین آف میدم یعنی بازم بهت میگو اما احمق خوبی از خودتون همه به من میگن احمق اما با همه این حرفا من کیفو میدم دست صاحبش کار کار توه کیفو در آن دارم من رحم کنید من دوز نیستم به خدا من کیفو شما رو ندوزیدم دوزی پدرت هم دوزه آقا جلال جورتا من کیفو شما رو بر نداشتم من بر نداشتم آقا جون کیفو شما رو کیفه پولو در آن ببینم حق من بر نداشتم آقا جون کیفو در آن بیلا خفت بکن در میاری یا نه خواهش بکنم آقا مرد بگم کیفو در آن بیلا خفت بکن خفت بکنم اول کیفتو رو بگیرید بعد خفش کنید کیف من پیش شما چی کار میکنه؟ والا دیشب مست فرموده بودین کیفتون رو به زور انداختین تو جیب من میدونستم شاگردم گیر پای خورده است دست شما درد نکنه اجازه میدید پولا رو بشمارن؟ خواهش میکنم
آدم پول تو کوچه هم پیدا میکنه، بعد بشماره که یه وقت کم نباشه. آره والله همینطوره. یه روز خود من توی کوچه پول پیدا کردم، همینطور نشمرده گذاشتم تو جیبم، رفتم خونه. وقتی رفتم خونه شماردم، دیدم 20 تومنش کمه. اما انشالله این پولا درسته. خدا پدرتونو بیامرزه، جون ما رو خرید. ولی نه، مثل این که خیلی هم درست نیست، 300 تومنش کمه. خب مانعی نداره، لابد لازم داشتی برداشتی. این حرفا چی آقا؟ من به پول شما دست نزدم، اشتباه میکنید. هیچ هم اشتباه نمیکنم. انگار میخوام 300 تومن ازش بگیرم که داره واسه من غیر و قنبیله میاد. منظورتون نمیفهم آقا، میخواد بگی 300 تومن شما من دزدیدم؟ نه خیر، پس من دزدیدم. اشتباه میکنید آقا، حرف دهنتونو بفهمید، بی خود تهمت نزنید. میگم دیشب انقدر خورده بودی که چیزی حالیت نبود، کیفتو به زور انداختی تو جیب من. خب تو هم 300 تومن لازم داشتی برداشتی دیگه. میگم من بر نداشتم. زبون سرت نمیشه یا معذرت بخوای حالا من تو رو خفت میکنم. زود باش پاد نه اربابو به کی تو اومده دزدی میزنی؟ چون کیفتو آوردم دادم حالا به تهمت دزدی هم میزنی؟ حالا خفت میکنم. حالا معذرت بخوای به کی تو اومده میزنی؟ تو میفکمه حالا خفت میکنم. به من مربوط نیست، به جناب سروان بگی. جناب سروان، بالاخره باید من چی کار بکنم؟ آقا من که بهت گفتم اگه زامن داری مرخصت میکنم، و الا باید همینجا باشی تا فردا صبح با پرونده بری دادسرا. آخه قربون، بنده که عرض کردم دست به پولای این پدر بیامرز نزدم. من نمیدونم پولش برداشتی یا نه، کتکش که زدی. بالاخره اگه زامن داری میتونی بری. جناب سروان، من دوست آشنا زیاد دارم، اما برای یه همچین موضوعی روم نمیشه به کسی بگم بیاد زامنم بشه. قربون، بابا ادعا داره که 300 تومن از تو کیفش برداشتی، کتکش هم زدی، باید بری دادگستری تا تکلیفت معلوم بشه. سلام. سلام، پس ناصر خان کوش؟ چه میدونم بابا، رفتم کلاس درش بسته بود. چی؟ در کلاسش بسته بود؟ فکر میکنی کجا رفته باشه؟ ها، دوستش داری ها؟ باز فضولی کردی بی تربیت، برو پی کارت. خیلی خب میرم، چفلکی که دلی باخته. مریم بابا، کاری نداری؟ پاپا میخوای بری دفتر؟ آره بابا جون، کاری داشتی؟ چیزی نیست پاپا، یه خورده پول بهم بدین که بدم معلم موسیقیمون گیتار و سنتور بخره. خب بگو ببینم این چند وقته که من مسافرت بودم چیزی یاد گرفتی یا نه؟ حالا چقدر پول میخوای؟ والا نمیدونم چقدر لازمه، شما 700-800 تومن بدین، کم و زیاد بشه بهتون میگم. بیا بیا این 1000 تومن رو داشته باش، شاید برای چیزهای دیگه هم لازمت بشه. راستی پاپا، یادم رفت بهتون بگم، دیروز اومدم ازتون پول بگیرم، خواب بودین، 300 تومن از کیفتون برداشتم. چی گفتی؟ تو 300 تومن از کیف من برداشتی؟ آره پاپا، پول میخواستم بدم به معلم موسیقیمون، خودم برداشتم. عجب. پس اون پسر مزگونچی بدبخت بی تقصیر بود. مریم جان بی تو غریبم، مریم جان مریم بیا، اینم ناصر خان که منش با پرشتی. سلام عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. نادر برو به خدیجه بگوی خود میوه بیاره. میوه که ریلیس هست، همچه خودمونه به هم بگو آقای نادر خان،
جناب عالی سرخریم، بی زحمت بخشیم، ما هم بی زحمت میریم. من قبل از این که بپرسم دیروز کجا بودید، باید بهتون بگم دیشب تا صبح آروم باشید خانم، شما که دختر فهمیده هستید. شما هنوز خیلی چیزا رو نمیدونید و اینا به من حق میدادید که خیلی بیشتر از اینا ناراحت بشم. من فقط یه چیزا میدونم، اونم اینه که دختری مثل شما رو هیچ وقت به یه موزیسیان بیچیزی مثل من نمیشه. اوه، پس شما به من علاقه دارید؟ اگر اینطور باشه خیلی خوشبختم، اما نه. همینطور خانم، چون من و شما خیلی از هم فاصله داریم. ای کاش گرفتاری منم همین بود. پدرم یه نامزد برام انتخاب کرده که حتی از شنیدن اسمشم ناراحت میشم. آها، پاپا هست؟ پاپا؟ نه، رفته دفترش. آها، مریم خانم کی هست؟ مریم خانم؟ نه، اونم رفته خونه عمه خانومم. همشون رفتن و منم با خودشون بردن. این ور و اونم از اون بسیار خوب. سفر کنم در پی یار دیگه، میرم تو ببینم این چه مسخره بازی خواهرتو در برده. لا اله الا الله، ما نفهمیدیم چه هیزم تری به این دروچک روختیم. کسر برو روزی کم کن. سفر کنم در پی یار دیگه. چیه؟ نگاه نکن چشم گوشت باز میشه. برو آفا مریم جان، بی نصیبون مریم جان، بی تو غریبون مریم جان. فعلا که داره گیتار یاد میگیره. حالا فهمیدم چرا هر روز منو دست مینداختن. پس بگو تو این خونه خبرایی و من نمیدونستم. خب هیچ معلوم است تو این خونه چه خبره؟ همش داد و بیداد. سلام عرض میکنم. سلام عرض کردم. سلام حمید جون. بابا گلی به گوشه جمالت، من چند روز از مسافرت اومدم، تازه امروز اومدی دیدن من. ای والا بابا، والا چی بگم، مثل این که امروزم بی خودی آمدم اینجا. این حرفا چیه؟ مگه چی شده؟ والا از روزی که شما تشریف بردید مسافرت، من هر روز آمدم اینجا همش میگفتن مریم خانوم نیستن، تا امروز که به زور آمدم اینجا. میبینم بله، دختر خانم شما با این معلم موسیقی گرم گرفته و عشق بازی میکنه. جدی میگی؟ دروغ هم چیه؟ به هر حال من امروز آمدم بهتون بگم با این وضع نامزدی من و دختر شما از نظر من کلم یکونه. ناراحت نباش، همه چیز درست میشه. بیبریم بیرم آخه چی شده؟ چی دارین میگین آقا؟ من با چشم خودم دیدم که مردی که داره با دختر شما عشق بازی میکنه. پدرشو در میارم. بیبریم بیرم چی شده؟ بفرمایید آقا.
ولی قبل از این که این منظره پچی رو تماشا کنید میخواستم به شما بگم آقا جان یه کمی بذار بالا بالا چی رو؟ کلاتونو الان پدرشو در میارم برو بریم آقا از بالا منظره پچی رو ببینید از بالا از بالا منظره پچی وای 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 آخه من که قدم ندیدی رکاب میگرم آقا رکاب میگرم رکاب 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 بذار کجا وای بذار برو برو بکش من این رکابو اون لنگتو بده برو خاطر جنباش نابودش میبرم خوردش میبرم خوردش میبرم عمل کن عمل برو میکنم آه ای وای ای وای خیلی معذرت میخوام آقا جان جمع شد زودتر زود باش بلاش بفرمی تو پدرش در میاد برو تو آتیشش میبینی میبینی نمیزنی میبینی یالا ده نمیزنی دو دو ببینی برو اهل عمل مریم جان بی نصیبم مریم جان بی تو غریبم مریم جان به به باریکلا دختر بی تربیت این صدا چیه؟ تو تمرین گیتار میکنی یا یارو برات مریم جان میخونه؟ شرم نمیکنی؟ بابا چی شده؟ چرا عصبانی شدی؟ چی شده؟ پدر تو در میارم این مرد که مزغونچیه کو؟ ها؟ حرف بزن بابا مزغونچی کیه؟ اگه معلممون میگه که رفتش کجا رفتش؟ تو میدونی داری چی کار میکنی؟ آبروی منو پیش این جوان بردی و حمید خان از خودت رنجوندی بابا چرا توهین میکنی؟ مگه من چی کار کردم؟ چی کار کردی؟ تمامشو حمید خان از پشت شیشه دیده خلاصه بهت بگم اگه یه دفعه دیگه این معلمه بیاد توی این خونه قلم های پاشو خورد میکنم بابا اون دروغ میگه شما بی خود به من تهمت میزنی من این حرفا سرم نمیشه دیگه این مردی که حق نداره بیاد توی خونه حمید خان ازت رنجیده برو از دلش در بیاد مریم خانم تشریف داره مریم خانم هستم ولی چی؟ طوری شده؟ طوری نشده اما آقا به من گفتن هر وقت شما اومدین اینجا توی خونه راتون ندن توی خونه را ندین؟ بسیار خوب مانعی نداره بله مریم خانمم گفتن چون یه معلم دیگه گرفتم شما رو لازم ندارم عیبی نداره پس لطفا اینا رو بدین بهشون خدمتشون عرض کنید که اون سازای منو بفرستن اینم بقیه پولش شما درس میده آورده خودش کو خودشو بیرونش کردم چون آقا دستور داده بود که هر وقت اومد اینجا بیرونش کنن تو غلط کردی چرا نمی‌اجازی من این کاری کرد پدرت در میارم خانم به من چه همین حالا آقا گفتم اگه این معلم نمیدونم این یارو مزخین چی اومد اینجا راش ندم منم بیرونش کردم بچه تو حرف میبسری بی معنی رو گوش میکنی به منم هیچی نمیگی Thank you.
آقای مزغون چی؟ چرا امشب برامون نخوندی؟ چی که انقدر ناراحتی هم؟ چیزی نیست که به شما مربوط باشه. تو رو به خدا دست از سر کچلمون برده. مذهبی بازابه پیدا شده. آقا تو فرکو بزه بره به کار داده که اومر شما. نه به جون خودتون، من باید بدونم که این چشه. اگه بدونی چشه ولش میکنی بره یا نه؟ تو ببینی من فقط برای این اومدم که بدونم مزگون چی جونم چشه. ای عاشق یه دختر است، اما پدر دختره خونه ویرونش کرده، فهمیدی یا نه؟ ده پدره غلط کرده، به گوره پدرت خندیده. بلش کن برای ماهی بخش معیومه مایک بسن. هی بونکی دلم براش سوخ. خدایی حیف نیست جوونی سمزگون چیه عزیز منو کسی از خونش بیرون کنه. مزگون چیه دروغه. به خدا قسم دروغه.
سلام علیکم آقای امیر خان. سلام آقا، حال شما چطوره؟ الحمدلله. حالتون خوبه دست با؟ حالتون خوبه. ببینم کار اتاق تمام کردی؟ اما از خونه هم همه امرو حتما تمومش میکنم. ناصر دلم میخواد گذشته رو فراموش کنی. مریم تو میدونی که من دوستت دارم، اما بعد اینم بدونی که من و تو هیچ وقت به هم نمیرسیم. نه ناصر، تو اشتباه میکنی. من تو رو دوست دارم. شخصیت و شرافت تو بیش از میلیارد ها برای من ارزش داره. مریم حرفای تو منو به زندگی امیدوار میکنه، اما زندگی من، کار من، مخص مردمه. امیدوارم که حمید خان مرد ایدئالی برای تو باشه. والا آی دستلباز، من حاضرم این اتاقو ماهی 200 تومن اجاره کنم و 3000 تومنم الان بهتون سرقفلی میدم. 3000 تومن قبول دارم. خب اما ماهی 200 تومن کمه، چون مستعجری من دارد ماهی 150 تومن اجاره میده. یه خورده اجاره رم بیشترش کنید. حالا شما این 3000 تومن بگی تا 2 روز دیگم که اتاقو خالی کردی یه جوری به هات را میام. قول بهت میدم از مستجری که داری من یه کمی بهتر باشم. به جونی خودتون، این مستجری من از تمومی مستجریم بهتره. نمیدونی چه آدم خوبیه. آجان شما این 3000 تومن بگیر، من به شما قول میدم که راضیت کنم دیگه. آیه همین خان، ما یه چیزی میدیم به ناصر خان و راضیش میدیم. بسیار خوب. نمیفرمایید رسید چه بدیم؟ برم، باید برم. 2 روز دیگه میان پیشت، مفصل با هم صحبت کنیم. مریم مریم به امید دیدار. خدا تو رو از من جان جدا نسازد، اگر دل تو خواهد خدا نخواهد. خوش بود مرا ای زیبا با تو زندگانی، با وصال تو مستم از باده جوانی. لا 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 لا. ناصر اومدم یه خبر بدی بهت بدم. چی؟ خدا بد نده؟ نه میخوام اینجا رو بفروشمش. خب بفروش. به من چه ربطی داری؟ آخه میخوام در ظرف امروز و فردا اینجا رو تخلیهش بکنی. هر وقت فروختی منم میرم جای دیگه، یا اون صابخونه رو رازش میکنم همینجا میمونه. ناصر جون حقیقتش این است که یکی پیدا شده است این اتاق ماهی 250 تومن اجاره میکنه. آه 3000 تومن هم سرقفله. 3000 تومن سرقفلی بیده. خب انشالله مبارکه. آره جونم، حالا از این 3000 تومن 1000 تومن به تو میدم که تا بردا اینجا رو خالیش کنی، تا این مستعجل چربوچیری از دستم نره. 1000 تومن مال خودت. درسته که وضع من خوب نیست، ولی وضع تو و امثال تو از من بدتره. اما به شرط اینکه بازم نگی ناصر احمق بودن. نه پسر جون، احمق چیست؟ این کارا جوون مردیه، اونم تو که از همه جوون مردتری. بسیار خوب، من اینا رو جمع میکنم میذارم اینجا، میرم یه اتاق پیدا میکنم، بعد میام از بابا اون میبرم. ناصر خان عوضه منم یه اتاق خیلی خوب سراغ دارم، نشونی میدم شما برو اونجا. آره مریم مجده، مریم مریم کجایی؟ مجده بده مریم مریم. مجده چی رو بدم؟
آدرس ناصر خانه پیدا کردم. راست میگی؟ میدونی کجا میشه؟ ها بگو. بغل خونه من خانم، پشت خونه خودمون. آها راست میگی؟ تو خودت دیدی؟ دروغم چیه؟ تابلوشم دیدم، خودشم الان از در اومد بیرون. خیلی خوب. تو برو درست تو حاضر کن. ناصر جان، باز هم از اهانتی که پدرم به تو کرده معذرت میخواهم. خدا میداند در این چند روزی که تو کلاست رو عوض کردی و به من هم خبر ندادی چه به سر من گذشت. ناصر عزیزم، از تو استدعا دارم پنج شنبه یعنی 4 روز دیگه ساعت 4 بعد از ظهر به میدان تهران پارس بیایی تا کاملا با هم صحبت کنیم. فراموش نکن، پنج شنبه ساعت 4 بعد از ظهر منتظرم. کسی هرگز تو را فراموش نمی کند. مریم. خدیجه، 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 بله خانم، فرمایشی داری؟ گوش کن ببین چی میگم. این کاغذی میدی به حمید خان. بله. این یکی رو هم میدی به ناصر خان. آدرسش پشتش نوشتم. مواظب باش عوضی نشه ها. نه خیر. حمید خان. آها. ناصر خان. خب. حمید خان. ناصر خان. اشتباه نشه. سلام آقای حمید خان. سلام جانم، مریم خانم هستن؟ بله هستن. خوب شد اومدین، من الان میخواستم بیام خونه شما. بفرمایید. چی شد؟ رفت جا؟ بفرمایید. بهش میدهدی دختر؟ مریم خانم این کاغذ برای شما دادن. من میدونستم که بالاخره این دختر پشیمان میشه. آقای محترم، من کاری به این ندارم که شما به من علاقه دارید یا نه. قدر مسلم این است که من کوچکترین علاقه‌ای به شما ندارم و امیدوارم برای همیشه منو فراموش کنید و بدانید که ممکن نیست من و شما به هم برسیم. مریم. خب آقای حمید خان، من دیگه رفتم. ببینم اون کاغذی که قایم کردی مال کیه؟ این مال خودم، میخوام بفرستم برای مادرم. بده من برات میفرستم جونم. نمیشه آقا، میخوام بدم به یکی از آشناها ببره. دختر خانم، بده من اون کاغذو، من نمیخورم. بیه جونم اینو بگیر. بگیر. چیزی نیست آقا، به درد شما نمیخوره. این مال مادرته؟ باز هم از اهانتی که پدرم به شما کرده معذرت میخواهم. این که چیز مهمی نبود از من قایم میکردی. بیا جونم، بیا بگیر. آها، بگیر و برو. دیدین آقا، منم گفتم چیزی نی. خب دیگه با من کاری نداری؟ نه جانم. خدا خدا حافظ. ناصر جان، بازم از اهانت و خدا میداند در این چند روزی که تو کلاست را عوض کرده بودی و به من خبر ندادی چه به سر من گذشته. ناصر عزیزم، از تو استدعا دارم که پنجشنبه یعنی 4 روز دیگر ساعت 4 بعد از ظهر به میدان تهران پارس بیایی تا کاملا با هم صحبت کنیم. فراموش نکن،
پنجشنبه ساعت 4 بعد از همونطوری که بهتون گفتم شماها در خونه ما کشیک میدید. هر وقت دختر من از خونه اومد بیرون دنبالش بریم. اگه من حاضرم جانم و فدا کنم. خجالت بکش. عشق من. چی شد؟ چی شد؟ کجا میبرید آقا؟ کجا میبرید منو؟ نزن مردم آقا. قرص کردم. به گونه پدرم خندیدم که اگر تو برای این دختر گرفتم نزن آقا. مردم. خب همه جون بگو بینم چطوری تصادف کردی بابا؟ چیزی نیست جانم، به قول معروف میگن برای آدم ورزشکار این چیزا مهم نیست. اوه ببینم خیلی درد میکنه ها؟ آخه همه جون عوضش یه مژده بهت میدم که میدونم خیلی خوشحال میشی. میدونم. میخواید بگید برم بساط عروسی رو جور کنم و اوه به این حرفام خاتمه بدم. از این مهمتر بهت نگفته بودم که رفتم یه آشی واسه این مزگون چیه پختم که یه وجب روغن روش واسده. یه وجب روغن روش وایسه؟ بله قرار بود یه آشی بپزید. اخ اخ ولی مثل این که نپختی. آها پختی. اخ ولی روغنش کم بود. خب چیکار کردی؟ پس خبر نداری. دو نفر گردن کلفت و مأمور کرده بودم که اگه مریم از خونه اومد بیرون و رفت پیش مزگون چیه بگیرن یارو رو تا میتونن حسابی بزننش. شما حالا از کجا میدونید که موزیسیانه رو زدنه؟ به جان تو خودشون اومدن برام تعریف کردن و میگفتن بابا مزگون چیه انقدر رزملوک و دلخور بود که از ته دل زدیمش. خب حد این که این یارو موزیسیانه یه آدم پزبلوک و عوضیه حرفی درش نیست. اوه ولی خب بعد چی شد؟ میدونی میگفتن
اینقدر زدیمش که صد دفعه گفت غلط کردم، فلان خوردم، به گور پدرم خندیدم اگه این دختره رو دوست داشته باشم. آها، اینو که راست گفته، صد دفعه که هیچی، بلکه هزار دفعه گفته به گور پدرم خندیدم، فلان و فلان و فلان خوردم که اگر این دختره رو دوست داشته باشم. خب گذشته ها گذشته، انشالله بعد از عروسی تو مریم این حرفام تموم میشه. آقا یه نفر اومده با شما کار داره. بسیار خب الان میام. خب حمید جون من میرم الان برمیگردم، با هم میریم دفتر تا ترتیب عروسی رو بدیم. من رفتم. خوده اومدم تو رو ببینم و در ضمن ازت خواهش کنم یه کار ساده ای واسم انجام بدی. حالا بگو ببینم این کار چی هست، از دست من بر میاد یا نه؟ کار مهمی نیست که از دستت بر نیاد، راستش اینه که میخوام بفرستمت کلاس موسیقی. چی گفتی؟ بری گیتار یاد بگیر. برم گیتار یاد بگیرم؟ راست میگی؟ آره شیطون، دروغم چیه؟ حالا فهمیدم که دوستم داری. ولی یه خواهشی هم ازت دارم. چیه؟ یعنی میخوام وقتی رفتی اونجا یه جوری با این یارو موزیسیانه گرم بگیری که هر که شما رو ببینه خیال کنه دارین با هم عشق بازی میکنی. همین چی گفتم قربونت برم؟ امروز آمدم برای آخرین بار بهتون بگم که مریم خانوم بازم با این یارو موزیسیانه یک سر سری داره. چی داری میگی؟ حمید خان مگه نمیدونی دو نفر رو گذاشتم که تا مریم خواست بره پیش اون یارو به قصد کش بزننش؟ این کارو کردین، اما به قول شما این پسر مزغون چیه دست از سر دختر شما بر نمیداره؟ چیدن این کارایی که آدم میبینه از مردم بایی چقدر عصبانی دستوردار نیشم؟ نخه روزگاری به سرش بیارم که دباغ سر پوست نگبرده باشه. حالا اون دنبال دختر منه. آره جانم؟ پدرشو در میارم. از همه بدتر چیه؟ دیروز بر حسب تصادف با یکی از رفقا رفتم کلاس آقا. چی دیدم؟ دیدم کلاس آقا یک محفل عشقه. پسره محفل عشق درست کرده، نه کلاس موسیقی. به خدا مسخره است، والله افتضاحه. تو کلاسشو میدونی کجا؟ آره جان. به من نشونش بده، آتیشش میزنم، داغونش میکنم، خونشو خراب میکنم، پدرشو در میارم. ده نمیاری؟ ده میارم. ده چه فایده داره من به شما نشون بدم؟ مریم خانوم باید بیاد این صحنه ها رو ببینه تا دیگه دنبال این مردی که نره. به خدا آبروی خانوادگیتون در خطر آقا، مواظب باشی. مثل این که راست میگی. آره جانم. خوب فکر کردی، موافقم. دختره رو میبریم نشونش میدیم،
تا بدونه با کی طرفه. ناره خودم پدرشو در میارم، آتیشش میزنم. همین امروز؟ بفرمایید به مریم خانم بیاد اینجا تا به اتفاق بریم نشونتون بدم. موافقم، پدرشو در میارم. خوب شد اومدی، داشتم دیوونه میشد. بابا چیه تو هم داری ما رو دیوونه میکنی؟ الان چه وقته؟ هر روز قصه، هر روز هم بابا تو بخند، بخند تو دنیا به بخنده. چی میگی؟ تو که میدونی من اهل این حرفا نیستم، اما جریان این نامه منو ناراحت کرده. به منم این نامه رو میگم دیگه، به دوست شور ما هر وقت تو رو دیدیم این کاغذ رو گرفتی دست تو داری قصه میخوری. فعلا از تو خواهش میکنم اگه کاری نداری یکی دو ساعت اینجا باش، من برم بیرون یه کاری دارم. اتفاقا برم واسه همین اومدم اینجا که این کاری داشته باشی واسه انجام بدم. از تو اینجا باش، یکی دو نفر میان اینجا تمرین بکنم، مواظبشون باش تا من بیام. خیلی خوب باشه. بخند بخند تا همه به ریشت بخندن. اگو سبز پروس بله سبز خوب داری دخی پسی چی داری هیچی ترا را دایی تا دایی تا یا تا 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 گیتار 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 تا 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 مدیر این کلاس شمایی؟ اخی چه قربون شمایی سم؟ الهی بله مدیر اینجا منم، بفرمایید. من میخواستم پیش خود شما خصوصی گیتار یاد بگیرم. پیش خود من خصوصی گیتار یاد؟ خب بچه وانه ای داره یاد بگیر زورم. من هرچی بخواید میرم، اما به یه شب. چه شب؟ میدونید من هم میخوام گیتار یاد بگیرم، هم که چرس خانم من هم گیتار یاد دیدم، هم از این ویلون بادتارا، همه اینجوری هم همه اینجوری هم اینجوری هرچی بقا یاد دیدم خودم هم یاد دیدم. پس اول گیتار رو شروع کنی تا بهتون بگم. الان شروع کنی. بفرمید اینم تابلوی کلاسش. بله بفرمید. خواهش میکنم بفرمین جلو. شما بفرمین. بیا حالا خواهش میکنم بفرمین جلو. اول بفرمین از شیشه یا سوراخ کلید تماشا داخل بشین. بفرمین. بله شیشه قدتون نمیرسه قربون. از سوراخ کلید، از سوراخ کلید. ملاحظه فرمودید چه افتضاحیه؟ خلاف که عرض نکردم خدمتتون. ملاحظه میفرمایید قربان چه افتضاحیه؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر که در مقابل شما خانواده با شرف من سربلند شدم. الحمدلله. عصبانی نباشید، چیزی نیست، زود گذر آن. خوب موقعی متوجه شدیم. خانم شما هم بفرمایید جلو ببینید با کی طرفید شما. مریم بیا ببین چی میبینی. بیا مریم خانم شما هم بفرمایید جلو ببینید ناصر عزیزتون چطوری اشبازی میکنه. بفرمایید بیا.
خانم، من این صحنه ها رو زیاد دیدم. شما بفرمایید ببینید. بیا مریم جلو، بیا ببین نور عزیزت چی کار داره میکنه. بیا نگاه کن. خانم ملازم میفرمید مرد ایدئالتونو چطوری درس میدن، اونم درس موسیقی؟ آقای حمید خان خجالت نمی کشید؟ این آقا بود به من تعلیم موسیقی میداد؟ بله خانم، نمیخواد هاشا کنید. ملازم میفرمایید که آقا چجوری درس میدن؟ آقا شما حیا نمی کنید که اینطور با حیثیت من بازی میکنید؟ این آقا بود به من موسیقی یاد میداد؟ خواهش میکنم توهین نکنید. مواظب حرف زدنتونم باشید. آقای حمید خان توهین شما میکنید که همه رو مثل خودتون حقباز و شارلاتان میدونید. کسی که به من درس موسیقی میداد انسانیت و شخصیتش خیلی بالاتر از شما بود. عجب. آقا هم شخصیتش و هم انسانیتش از سوراخ کلی تماشا کرد. آقا بفرمایید موقعش. آقا شما کی هستید؟ چرا بیاید از بارده اینجا شدید؟ مگه نمیدید داری تقریبی کنید؟ من کی هستم؟ بله پدر تو رو در میارم. بی خود با دختر منم اینجوری تمرین میکردی؟ توهین میکنید چرا؟ عوضی گرفتی؟ حقه باز توهین میکنن؟ عوضی گرفتم؟ آره بیا یکی بزن پدر تو دارم یکی آه بسته دیگه آه این تو گیز کنم گیز کنم باره آی زور بسته دیگه بسته دیگه آره بس بکنم چه گیتار تحبیه بکردی با دختر مردم تو کلاس درس اشمازی نمو خدا گیتار بچه است بعد بزن چی؟ گیتار بازی بکردی اینطوری به دختر منم درس میدادی بسته خانم بخ بخ لوزر نفیزون خدا عوضی گرفتی من عوضی هم من قلابی هم قلابی؟ بعد جنس بعد نخون چی؟ خفت میکنم میکشمت خلابا کشم نابودت میکنم دزد نامو ماخته داریم لوزر چرکیه آخ زخمی رو زخمی رو بسه از الو تجنی منتظر تلفنت بودم. خب چه کار کردی؟ همونطور که گفته بودی نوکرمونو فرستادم پیشش. قرار شد به عنوان معلم موسیقی بیاد شمرون تو باغ ما. گیر من راست میگی قبول کرد؟ آره حالا قرار سر ساعت 5 شوفر ما بره بیاردش همونجا. قربونت برم تاجرو خیلی ازت متشکرم. اما باید به باغبونتون بسپاری که مزاحم نشه. خب پس من ساعت 5 میام. نادر باز اون دو نفری که بابا گذاشته مواظب من باشن سر کوچم. میدونه این کار کیه؟ این کارا رو حمید خان میکنه نه بابا. نمیدونم حالا چیکار کنم. چیکار کنی؟ صبر کن تا بهت بگم. چی میگی نادر؟ چرا اذیتم میکنی؟ اینقدر سر به سرم نذار که هیچ حوصله ندارم. حالا بهت میگم چیکار بکنی. ما بی خود این موها رو سفید نکردیم.
والا. دختر ارباب چرا نیمه؟ والا ما از کار ارباب و دختر ارباب من میرم، بگو هر وقت اومدن به من خبر بدن تا یه روز دیگه بیم. خیلی خوب. چی بود نوشته؟ این کارا چیه میکنی؟ اولا من اون کاغذ برای تو ننوشته بودم، بلرسانی گفتم تو رو بیارن اینجا تا حقیقتو بهت بگم. عجب، کاغذی که با خط جناب عالی به من رسیده شما ننوشته بودی؟ چرا؟ اون کاغذ من نوشتم، اما نه برای تو، بلکه برای حمید. و یه کاغذم برای تو نوشتم، ولی حمید بدجنس نامه ها رو عوض کرد. حالا فهمیدم. پس اون نامه شما که به من رسیده مربوط به حمید خان بوده؟ تا حالا ببرش تو باغ، اینجا خوب نیست. Yeah.
جان نرم شوله زنی به خرمن من بنشین بنشین به دامن من دوم شب عشق دیدار تو مستم گل امید من بیا بیا نگار من بیا در آغوش من زمین تو آتشم ببر از من دل و هوش من آتش افکن در آغوش من. آهای قاطی پادی شده ها پاشیم بریم شب شد پاشیم بریم فرق جون مثل اینکه نقشمون داره میگیره فعلا تو با اون شناسنامه قلابی که داری فردا صبح میری باین این دوتا چک رو نقدش میکنی تا بعد خب چونم قربونه تو دختر برم خیلی خب میرم دادم. اشکالی نداره اما دلم میخواد بدونم چرا میخواستی منو بکشی چه میدونم آقا یه ناکسی این چکو من داد نشونی تورم داد گفت وقتی ناکارش کردی برو عبان پولشو بگی بیچاره نمیدونسته که ما چند ساله با هم سلام علیک داریم حق سلام علیک پیشکش واسه این که آدم آسوپاسی مثل حاجی این حرفا سرش نمیشه اینو بگو که اون روز تر و خشکمون کردی اون همه پول به هم دادی تو داش کوچیکم از مرد نجاتش دادم به جون ناخان نمیشناسمه آدرسش هم نمیدونم تورم بد دوری بیشه من معرفی کرد و ایلو ولش نمی کردم بره عیبی نداره حالا بیا بریم تو خونه بگی بخواب تا صبح بریم بانک ببینیم صاحب چک کیه خیلی خوب بریم جونم بریم چیز عجیبیه هنوزم برا من حل نشده چی واسه حل نشده آخه این همون خونه ایه که مریم رو درسش میدادن ای بابا حالا بریم تو ببینیم چی میشه بریم آقای ناصر خان مریم خانم نیستن اما آقا تشریف دارن گفتن بفرمایید تو
چکو از این آقا گرفتی عباس آقا؟ نه با اون خیلی ناچستر بود. مزگون چی؟ دیگه چی میخوای؟ چرا دست از سر کچل ما ور نمیداری؟ برای اینکه جنابالی این چکو دادین به این آقا تا نصف شب تو کوچه دخل بنده رو بیاره. که چک به من دادی این نبود ناصر خان، یکی دیگه بود از طرف خود عبید. چک صاحب مرده خودم، اما انگار امضاش با امضای من فرق داره. درست نگاه کنی، چیز عجیبی امضا منو جعل کردن، جعل کردن آقا، امضا منو جعل کردن، جعل کردن امضای منو. خدا کنه اینطور باشه. عجب حواسی دارم من. ای وای، برم ببینم نکنه دست چکمو دزدیده باشم. بانک آدرس شما رو به ما داده. الان معلوم میشه آقا. نکنه یارو داره رول بازی میکنه. نه بابا، اون که چکم من داد خیلی از این فکستنی تر بود. الو، با رئیس صندوق کار داشتم. خود جنابالی هستی؟ معذرت میخوام، من حشمت الله بی نیازم، میخواستم بدونم که راجع به اون، اجازه بدید چک های شماره 73211 73212 اجازه بدید 73217 و 73207 از حساب من پاس شده یا نه. ناصر خان چیه؟ کار داره بیخ پیدا میکنه، معلوم میشه یارو انقدر پول داره که حسابشو نداره. چیه شما؟ چی؟ 50,000 تومان برداشت شده؟ آقا پس دیگه اگه کسی چک آورد پرداخت نکنین تا خبر بدم. اوی اونان 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 50,000 تومان برداشت، 50,000 تومان پولم افتشن. خب تو نمیدونی چک رو از کی گرفتی؟ چرا؟ میدونم از کی گرفتم، اما جاشو بلد نیستم. کسی که چک رو بهت داد چی گفت؟ گفت که اگه یارو رو ناکارش کردی فردا برو بانک پولشو بگی. چرا؟ باید عقب از حرفمو بزنم، اگه نه که چک مالیده است. آقای مزگون چی؟ تو میدونی کی باید دشمنی داره؟ من جز شما دشمن ندارم. آخه من کاره ای نیستم که دشمن داشته باشم. آقای مفرم، هر چی باشه این چک شما این. لابد از طرفش جنابالی این چک داده شده که من نصفی شبی از نیم ببرم. آقا والله امضای منو جعل کردن. چک مال من هست اما من ندادم. امضای شما پایینه این چک شما دادید. آقا سلام. سلام حمید جون، چه خوش اومدین. این نمونه کارت عروسی رو آوردم خدمتتون، اگر میبینید، یعنی اگه میپسندید کارتو من بدم کارتو چاپ کنن، یا اینکه عروسو بدم چاپ کنن، هر طور که صلاح میدونین، بسته به اینکه این کار باید چاپ بشه. اگه چاپ نشه که چاپ میدونی چاپچی ها بیکار میمونن، اون وقت خیلی گناه داره. بله باید 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 در هر صورت من صلاح میدونم که بدین عروس رو با کار رو دارم. وای نرسیاز توی اگر صلاح میدونید من بدم کار تو عروسی کنه، اگه صلاح نمیدونید میخواین من و شما و با دخترتون رو هم میدیم چاپ بکنن که برای مهمونا خوب باشه. در هر صورت من مرخص میشم. میخواین عروس رو بدم چاپ کنم بعد شما غلط گیری کنید؟ ایلو بیان تو اینجایی ها؟ چرا توهین میکنی آقا؟ ما دیشب تا حالا در به در دنبال تو میکردیم. ده ده چطور شد؟ نفهمیدم. حالا میفهمی. چکو این به من داد و گفت اینو نفله کن. چی؟ چرا توهین میکنی آقا؟ من امروز اولین باریه که قیافه شما رو میبینم، چرا به یک خانواده شریفی مثل من توهین میکنی آه؟ نوکت بزنم تو سرت که بره تو شکرت، شکرت هم بره تو آب انبار از شریف. تو چکه به من ندی؟ آب انبار؟ چه کاری آقا؟ تو چکو به من ندیدی؟ پدر زن جان دستم به دامنت، بگو تو آب انبار من نندازه. بعد جنس حق باز امضای منو جعل میکنی و میری از من پول میگیری؟ آجان آجان توهین نکنید، من ناسلامتی نامزد شما. خبشو
یعنی نامزد دختر شما؟ من غلط کردم دخترمو با آدم کلاهبرداری مثل تو بدم. الان پدرتو در میارم. منو میکشم. تمام پولامو ازت میگیرم و میندازم تو زندون. نندازید آقا. نندازید. من نوکرتم. پدرتو در میارم. الان فهمیدم این پولای من که کم میاد کجا میره. بعد پدرتو من در میارم. اگه اون تو زندون نندازه من تعویض پاسبانت میدم. نندازید آقا. نکنید آقا. نبرید آقا. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوشوقت شدم از اینکه به خونه من تشریف آوردید. خب حالا میفرمایید تو اتاق یا همینجا تو حیاط بشینید؟ هر جور میل شماست. برای من هیچ فرقی نمیکنه. بفرمایید همینجا تو حیاط. بفرمایید. شما هم بفرمایید. ما هم میفرمایید. من علت اینکه شما رو آوردم اینجا واسه این بود که تلافی این همه فداکاری شما رو بکنم. چون هر دوتون زحمت کشیدین و آبروی خانوادگی ما رو حفظ کردین. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. حالا هر چی میخواییم اختیار دارید آقا. ما وظیفمون انجام بدیم. کاری نکردیم. این چه فرمایشیه؟ اگه این پسره کلاهبردار به مقصودش میرسید و به زندان نمیافتاد آبروی خانواده ما رو میبرد. شما باید شدید. حالا هر چی میخواییم بگیم بهتون بدم. خدیجه. بله. چای بیار. آقا ما به جون شما برای مزد اینجا نیومدیم. پس چه خدمتی من میتونم براتون انجام بدم؟ بگید تا بکنم. من فکر میکردم شما من آوردین منزل که به تعلیم مریم خانم و نادر خان ادامه بدم. آها چطور شد؟ مگه شما به مریم و نادر تعلیم موسیقی میدادیم؟ بله قربان، بنده بودم که به هر دوشون تعلیم گیتار و سنتور میدادم. آقای مزگونچی، شما بودید که حمید کلاهبردار میگفت عاشق مریم هستی؟ بله. حالا از من چی میخوای؟ چرا دست از سر من بر نمیداری؟ پاپا، حواست کجاست؟ من میدونم ناصر خان چی میخواد. چطوری تاقا؟ چای میل کنید؟ پاپا مگه نمیدونی؟ مریم جون و ناصر خان همدیگر رو دوست دارم. خب اینا که همدیگر رو دوست دارم، تو هم که اینا رو دوست داری، پس کی منو دوست داره؟ بابا همینجور بایستادی؟ بابا ما همه شما رو دوست. بیا اینا رو دست به دستشون بده و بذار با هم برن یه گل دو گل بازی کنن. تو سردو که همه کارها رو خودت کردی دیگه، من بیام چیکار کنم؟ حق مبارک کنه. بفرما. او بذار بینم دیگی شما هم یه گل دو گل. مزگون چی عزیز، بالاخره کار خودت کرد. مریم دختر بسیار خوبی.